سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخواییم با همدیگه سینمن تویست، همون پیچونکی های دارچینی درست کنیم. اینجا مواد لازم رو میبینین و ترجمهش هم توی دسکریپشن براتون گذاشتم. مثل همیشه اول فرتون رو گرم کنین تا به دما برسه. برای این رسیپی اول کاری که میکنیم میزان شکر و دارچینی که داریم و با همدیگه مخلوط میکنیم. من اینجا یه مقدارم جوز هندی اضافه کردم که اگه دوست نتونین میتونین حذفش کنین. اینو حسابی با قاشق هم بزنین به خاطر اینکه خوب با هم مخلوط بشه. کامل از زیر و رو بیارین با هم دیگه مخلوط کنین به خاطر اینکه یه ذره سخت مخلوط میشه. بذارینش کنار. حالا پاف پیستری که داریم و دور و برش رو اینجا من دارم ترتمیز میکنم، صافش میکنم، یا همون خمیر هزار لا. من بهش کره میزنم. میدونم خمیر هزارلا خودش چربه ها، ولی کره بزنین خیلی خوب میشه. کره رو که بهش میزنم من اینجا دارم اندازش میگیرم به خاطر اینکه میخوایم خمیر هزارلامون رو از وسط نصفش کنیم. میتونین چشمی هم این کار رو انجام بدین، حتما نیازیست اندازه بزنین. با یه چاقو یا پیتزا کاتر هر چیزی که دارین خمیر هزارلاتون رو از وسط نصف کنین. بعد اون مخلوط شکر و دارچین و جوز هندی بود که درست کردیم اول، اونو بریزین روی سطح خمیر هزارلا. من اینجا دارم از الک استفاده میکنم واسه اینکه یک نواخت پخشش کنم. اگه ندارین اشکالی نداره، با قاشق، با دست، هر جوری که راحتین. فقط مطمئن بشین یک نواخت به همه جای خمیر میرسه. حالا یه طرف خمیر رو برگردونین روی اون یکی طرفش. یه کوچولو با دست فشار بدین که به هم بچسبه. حالا من اینجا دوباره خمیرم رو اندازه‌گیری کردم. میخوام قسمت‌های مساوی تقسیمش کنم. باز شما چشمی میتونین انجام بدین. منم که اینجا تقسیم بندی کردم، آخرش رو تقسیم بندیام جلو نمیره. آخرش هم باز چشمی شد. حالا اینا رو که کات کردین، توی سینی فرتون من از همون کاغذ روغنی بودش که مال خمیر هزارلا بود از اون استفاده کردم. حالا پیچوندن اینا رو نگاه کنین، بخش سخت‌ترش اینجاست. یه تیکه رو بردارین. اول مطمئن بشین که دوتا قسمتش کامل رو همه. بعد با انگشتتون یه کوچولو اینا رو فشار بدین. حالا ببینین دست راست و چپ من چه شکلیه. یکیشو به طرف خودم میچرخونم، یکیشو به طرف مقابل. دو طرفش رو یه کوچولو فشار بدین، یه وشکون کوچولو ازش بگیرین که صاف بشه تا اون موقع که دارین میزنین تو سینی باز نشه. یکی دیگه‌شو باز ببینین. اول میزنیمش کنار، یه فشار کوچولو روش میدیم که سفت بشه. پیچوندنش، دست راست و چپتون رو تو جهت‌های مخالف میپیچونین. دو طرف انتهاییش رو یه ذره فشار بدین، بذارین تو سینی. برای بقیه‌شون هم همین مراحل رو تکرار کنین. نگران اول و آخر، یعنی همون دو طرف خمیرتون نباشین. اینا وقتی بپزه پف میکنه. ولی الان فقط میخواییم یه کوچولو توی سینیمون ثابت بمونه. پس اینا رو همش رو بپیچونیم، بذارین تو سینی. الان من دوباره از مخلوط کره‌ای که داشتم یه ذره روش میمالم. بعد از اون دارچین و شکره بود، همون معجزه‌ای که اول درست کردیم، بریزین روش. چون کره داره میچسبه روش، انقدر کریسپی و خوشمزه میشه، بوشم خیلی عالی میشه. بذارینش تو فری که از قبل گرم کردین. حدود یه ربع براش کافیه، ولی چشمتون به خمیر هزارلا باشه، اونقدی که پف بکنه ولی نسوزه ها. ببینین روشون چقدر کریسپی و خوشگل شده. میشینمشون روی رگ که خنک بشه. البته اگه بتونین طاقت بیارین بهش ناخنک نزنین. به این خوشگلی یه عصرونه خیلی خوشمزه دارین. راحت. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم درست کنین و لذت ببرین. اگه دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. تا ویدئوی بعدی، خداحافظ.